این همبستگی ایرانی های خارج از کشور که میبینیم از هر گرایش و گروه سیاسی میان میپیوندن در کنار هم حمایت میکنن از مردم معترض در داخل ایران، میشه گفت واقعا بی سابقه است. برای ما بگید که این جنبش چه ویژگی داره که همه افراد رو از هر طیف فکری جمع میکنه توی این تجمعات؟ ببینید، یکی این که در داخل ایران، واقعا میگم همه چیز از داخل ایران شروع میشه، در داخل ایران اعتراضات مثل آبان 4 روز نبود، بسیار بیشتر طول کشید و در این حال سراسری بود، ملی بود. یک جنبش ملی رو ما داشتیم از دریای خزر تا خلیج فارس، همه جای ایران. و در این حال ببین، فرقش با جنبش دیگه اینه که واقعا برای همین که اسمش رو انقلاب گذاشتن و باور دارم من که این یک انقلابی است که تا پیروزی ادامه خواهد داشت، همچنان ادامه داره، همچنان داریم راجبش صحبت میکنیم، همچنان فراخوان‌ها ادامه داره، چهارشنبه سوری هست الان و باز هم شعارها رو ما میبینیم در داخل متروها، در بالای برال پشت بام‌ها، در پشت پنجره‌ها شعار نویسی، بنر گذاشتن، انقلاب پایان نرسه، مطمئن باشین انقلاب پیروز میشه و این امیده. واقعیت این است که مردم ایران در خارج از کشور امید دارند که بتونند این بار جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند. این بار ممکنه حالا چند ماه طول بکشه یا حتی کمی هم بیشتر یه مقدار، ولی من مطمئنم که امید، این امیدی که ایرانیان دارند موتور اصلیشونه برای ادامه این انقلاب. خوشبختانه همونجوری که گفتید، بدون اینکه افکار سیاسی حالا چپ راست واسه این چیزا واسهشون اهمیتی نداره، همه همبسته هستن برای گذر از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک دموکراسی مبتنی بر آزادی‌های فردی.